بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان بیننده، در خدمتتون هستیم با برنامه آیات روشنگر و امروز می‌خوایم مجموعه ای از آیات رو در مورد امامت از قرآن کریم بررسی کنیم. این آیات آیاتی هستند که مربوطشون کردند به امامت. این آیات قبلا به صورت مفصل بعضی از اونها یا اکثر اونها در برنامه آیات روشنگر بررسی شدن، تفسیر شدن و سوالات بسیاری از بینندگان در موردشون پاسخ داده شدند. اما علت این که ما باز پرداختیم به این مجموعه از آیات توقیف روزنامه بهار بود که چند هفته قبل در ایران اتفاق افتاد و مجموعه از آیاتی که در برنامه آیات روشنگر بهش پرداخته شده بود خیلی مستدل و محترمانه و یک نقد علمی در مورد قضیه امامت در مقاله‌ای با عنوان امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی در روزنامه بهار چاپ شد. این مقاله یک مقاله علمی هست و از آیات قرآن دلیل آورده و مستقیما آیات قرآن رو خیلی منطقی بررسی کرده و جالبه که خیلی از دلایلی که آورده همون دلایلی بودند که ما در برنامه هم بهش اشاره کرده بودیم قبلند. اما این روزنامه توقیف شد. نه تنها خود این روزنامه بلکه بسیاری از مراجع شیعه خواستند که کاتب این مقاله تحت پیگرد قانونی قرار بگیره و مدیر مسئول روزنامه هم در بازداشت هست، فقط و فقط به خاطر یک مقاله در نقد امامت، آن هم مقاله‌ای که برداشت از آیات این کتاب روشنگر هست. و اما در مورد این مقاله و آیاتی که بهش پرداخته شده، از نظر آیاتی که بهش پرداخته شده بیشتر صحبت خواهیم کرد، چون که از نظر سیاسی و از نظر توقیف یک روزنامه، اولین روزنامه در دولت دکتر حسن روحانی، قبلا بهش پرداخته شده در بخش ها میزگرد های خبری مثل میزگرد خبری اختصاصی در موردش در میزگرد خبری شبکه جهانی نور، برنامه‌ای که شاهدش بودید و برنامه‌های خبری به صورت مفصل بهش پرداخته شد. اما فقط پردازیم به همین آیات و بررسیشون میکنیم و سلام مجدد خدمت استاد بزرگ استاد سید منصور حسینی. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته و درود و سلام بر شما بلندگان عزیز و محترم. بر من اسم برنامه میزگرد خبری من فراموش کرده بودم، پاورقی. در برنامه پاورقی کاملا توضیح داده شد به مسائل سیاسی توقیف روزنامه و اینکه چرا این اتفاق افتاد. یک در واقع گریزی هم داشتم به متن این مقاله، اما امروز میخوایم پردازیم به آیاتی که این مقاله بهش پرداخته شده و در واقع توضیحاتی که داده شده در این مقاله و اینکه چرا امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی. بالاخره امام یک پیشوای سیاسی هست یا یک الگوی ایمانی هست یا یک پیشوا فقط هست؟ و سکون برنامه دست شما. بله، در حقیقت مشکل در اینجاست که تعریف از امام را چه تعریفی میشه کرد، چرا که خداوند در قرآن امام را ذکر فرمودن، هم به عنوان امامی که به معنای پیشرو هست، پیشرو بد هست. بله. و الگوی خیلی بد هست و مردم را به بدی و زشتی ها و جهنم دعوت می دهد، و هم امام به معنای پیشرو و کسی که در جلوی مردم هست، رهبری را به عهده می گیره که رهبری خیر هست. در مورد اول که خداوند در مورد فرعون می فرمایند که فرعون را امامی قرار دادیم که مردم را به سوی جهنم دعوت می دهد. اما در مورد امام به معنای دوم که امام خیر هست، خب آیات متعددی هست که صحبت از بنی اسرائیل هست و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا یوقنون. اونها را ائمه قرار دادیم که مردم را به حق دعوت می دادن به خاطر دو چیز، یکی به خاطر صبر کردنشون و دیگری هم به خاطر یقینی که به وعده خداوند داشتن. بله. پس امامی که در قرآن ذکر شده بایستی تعریف بشه و امامتی هم که بار دیگه ادعا می شود هم بایستی تعریف شود. تعریفی که قرآن کرده خب معناش این نیست که از طرف خدا باشه و مردم بایستی حتما اونو به عنوان رهبر سیاسی و دینی خودشون بدونند.
بله. اما امامتی که تعریف می شود در کتاب های البته که بگیم روافض، چون نمیشه گفت شیعه، چون شیعه به عنوان یک فکر سیاسی بیشتر نبوده، اما روافض به عنوان یک فکری که عقیدتیه، عقیدتیست و داره مخالفین خود را هر کی باشه تکفیر میکنه و استنباط های نادرستی از قرآن داره. بله. ما در میان شیعیان نیروهای بسیار مخلصی میبینیم، بسیار آگاه میبینیم، بسیار منصف میبینیم که حقیقتاً وقتی که به قرآن برمیگردند و بر اساس آیات قرآن بین قضیه نگاه میکنند، حق را شناختند. بله. و حق و بیان کردن. بله. اما در میون روافض امام یک پیشوا از جانب خداوند هست که بعد از پیامبر قرار داده میشه و توسط خداوند تعیین میشه، درسته؟ بله بله. یک سال اینجا پیش میاد، فکر میکنم تمام مسلمان ها بر این اتفاق دارند که رابطه بشر با وحی توسط خاتم النبیین قطع شده، یعنی بعد از وفات پیامبر علیه السلام، بعد از وفات ایشون این وحی بر انسان از طرف خالق تموم شده و دین کامل شده و تا ابد تا روز قیامت همینطور خواهد بود. چه نیازی هست به امام؟ حالا از قول کسانی که میگند امام برای یک پیشوا هست که از طرف خداوند تعیین میشه، وقتی رابطه ما با پروردگار متعال نداریم، چه نیازی هست به داشتن امامی باز از طرف خداوند؟ اصلا بحث امامت به معنای عدم ختم نبوت هست. معتقدین به امامت من عند الله که میگن، حتی در تعریف اون همین میگن که امام تمام خصوصیات پیامبر رو داره، فقط بهش وحی نمیشه و وحی هم بهش میشه. در روایت هایی که هست در کافی و کتاب های دیگه هست، میگه که فرشتگان صبح و شام همیشه در خدمت ما هستن، میان پیش ما. پس اصلا بحث خود بحث امامت به معنای عدم ختم نبوت هست، یعنی اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم آخر النبیین نبوده، خاتم النبیین نبوده. این معنای امامت هست. امکان داره که برای بعضی ها عجیب باشه و قابل فهم نباشه، اما حقیقتا همین گونه هست که گفتن اینکه امامی از طرف خدا منصوب شده و امام من عند الله هست. خب معناش چیه؟ که اگر امام من عند الله باشه و همون فردی باشه که یه فرد عادی باشه که معنی نداره. بدین خاطر میگن که امام معصوم است از هر اشتباهی، از زمان تولدش تا زمان مرگش، حتی زمانی که کوچک هست، از هر چیزی که عمدی باشه یا سهوی باشه، هیچ وقت فراموش نمی کند امام. خب اینها صفاتی است که حتی از صفات انبیا هم بالاتر است، از صفات رسول الله صلی الله علیه و سلم هم بالاتر هست. بله. بس بحث امامت متاسفانه به عنوان یک بحثی که هم ختم نبوت نشده، این یک، و هم این که حالت نسخ دارد. قبلا هم اینو ما گفتیم در برنامه ها که خب چون امام قبلی تمام علم امام قبل از خودش میگیره، امام بعدی تمام علمی که از امام قبلی بوده بهش میرسه. بله. پس احتیاج دیگه به اون امام قبلی نیست. یعنی وقتی که حضرت علی را به عنوان مثال به عنوان امام من عند الله بعد از رسول الله معرفی میکنند و میگن که تمام علم رسول الله به او رسیده، دیگه احتیاج به رسول الله نیست. بله. چه حاجت به رسول الله هست؟ دقیقاً همینطوره. ولی در این مقاله اینطوری که ما میخونیم، البته مقاله‌ای که میگم روزنامه به خاطرش توقیف شد، در ابتدا در همون ابتدای این مقاله اومده که ما که باور داریم پیامبر اسلام خاتم الانبیا هستند و خاتم انبیا الهی هستند، رحلت او معنا مییابد و گفته میشه که زیرا بسته شدن لب‌های او یعنی خاموش شدن آخرین نداهای آسمانی در هدایت بشر. یعنی مخالف این فرضیه‌ای که در واقع روافض اعتقاد داره و برخلاف نظریه امامت هست. بله. دنبالش هم زیبا میگه که گرچه خداوند پیوسته بندگانش رو به صراط مستقیم رهنمون است. بله. خب زیرا قرآن هست دیگه و خداوند قرآن را بسنده معرفی کرده، هم برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و هم برای همه،
و به پیامبرش هم امر کرده که از قرآن پیروی کن، اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کن از اون چیزی که بر تو نازل شده. پس قرآن کفایت است برای همه انسان ها. بله. چه برای خود خب وقتی به خود رسول الله امر می شود که از قرآن پیروی کن، ما که این باب اولا و قرآن به عنوان کتابی که هدایت هست و هدایتگر هست و ماندگار هست، خداوند اونو قرار داده. پس نبود پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه اشکال ایجاد نمیکنه، چون قرآن هست. وقتی که نبود خود رسول الله صلی الله علیه و سلم دچار اشکال ایجاد نمیکنه، این که آره میان میگن که مگه امکان داره که امت همین گونه رها شود؟ همین گونه رها نشده. خداوند قرآن رو قرار دادن، قرآن و هدایت و نور قرار دادن. درست. سرنوشت امت به دست یک فرد قرار داده نشده، بلکه سرنوشت امت در گروه پیروی از قرآن هست. یعنی پیامبر هم تبیین کننده قرآن بودن، یا تفسیر کنند، در واقع بیان میکردن قرآن رو، تبیین میکردن قرآن رو برای مردم. و با کامل شدن دین خدا و کامل شدن وحی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه وظیفش انجام دادند، و خداوند هم براش آیه و نشانه قرار داده بودند که وقتی این نشانه ها را دیدی، بدان که وظیفت انجام دادی و موقعی رحلتت هست. چه مثلا چه نشانه؟ این آیه هست، این سوره مبارکه شما همه میخونید و همه تون فکر کنم حفظ باشید، تمام بینندگان عزیز. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. تفسیر عبدالله بن عباس در موردش. عبدالله بن عباس و امیرالمؤمنین حضرت عمر هست که دیدن این نشانه ها را، نزدیک شدن اجل رسول الله دون سنزی را، و پیامبر وظیفش را انجام داده. وظیفش را انجام داده، مردم فوج فوج به دین خدا وارد شدند. سال نهم هجرت شما میدونید که عام الوفود میگن. سال هشتم هجرت مکه فتح میشود. سال نهم دیگه از جزیره العرب نمایندگان قبایل همه میان به مدینه برای ایمان آوردن و بیعت کردن با رسول الله صلی الله علیه و سلم. سال دهم هم که رسول الله حج میکنن و این رکن بزرگ اسلام را به مردم هم یاد میدهند. اینجا بود که این آیه نازل میشه که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دیگه اعلام میشه که دین کامل شده. دیگه وقتی قطع شدن وحی هست و وقتی رحلت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و پیامبر وظیفش انجام داده، دین را به مردم رسونده، قرآن را به مردم رسونده و این قرآن هم هست، نبود رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه امت را دچار گمراهی و سردرگمی نخواهد کرد، چون قرآن هست و قرآنی که هدایتگر هست و برای همه انسان ها هست در طول تاریخ، این کتاب هست و پیامبر هم این قرآن را همون گونه که بوده به مردم رسونده، همون گونه که گواهی گرفتند رسول الله خودشون در روز عرفه از مردم که آیا شما گواهی می دهید که اونچه که خدا به من امر کرده به شما رسوندم؟ همه گفتند که بله ما گواهی می دیم. بعد پیامبر هم خدا را به گواه گرفت به گواهی اینها. بله. خب دین دیگه کامل شد. بله. قرآن هم دیگه حتی بعد از این هم آیات اندکی هم بعد از این مدت نازل شد، زیرا پیامبر بعد از اون تقریبا 80 روز بیشتر یا کمی بیشتر زنده نبودن بعد از این واقعه. بله. بله. یکی اگه بپردازیم بعد از این مقدمه، بریم سراغ در خود مقاله‌ای که در روزنامه بهار چاپ شده بود. در این مقاله در بعد از اون اولین آیه‌ای که بهش پرداخته این هست که قبلش اومده گفته یکی از مهمترین مسائلی که قرآن برش تاکید کرده و اقدام برای انجام رسوندنش از همه انبیا پیروانش طلب کرده، امامت و پیشوایی از یک سو و تشکیل امت از سوی دیگر و به منزله گروهی از نظر تفکر در زندگی متحدن، که این گروه از نظر در واقع تفکر در زندگی متحدن و این یک امام و پیشوا دارند که از این امام پیشوا تبعیت میکنند. بله اینجا خیلی زیباست. بله اینجا قضیه دو چیز است. یکی این که نبی خب درسته به عنوان پیشواست، امام هر امتی است. بله نبی امام هر امتی است و سوی دیگه تشکیل امت میدهد. وقتی تشکیل امت داده، این نبی هم رهبر سیاسی است و هم رهبر دینیشون هست. نبی هست دیگه، نبی خدا هست. پس تشکیل یک امت همیشه مد نظر بوده. خب حالا بعضی از انبیا امتشون
کسانی که به سوی اونها فرستاده شدند خب قبول کردن دعوت. بعضی هم که چون در حدیث هست که میگه که پیامبر ما همراه هیچ کس نیست، کسی به شما نیاورده، وظیفه‌شو انجام داده. یک پیامبری میاد، پیامبرانی هستن بله، پیامبران هستن که تعداد اندکی. مثلا در مورد لوط وقتی ما میخوانیم خدا فرمود که فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، خانواده خودش مسلمان بودن، غیر بیت فقط یه بیتی، یک خانواده. تازه همسرش هم جزشون نبود. بله همسرش هم که جزشون نبود. و انبیای من که افراد زیادی بهشون آوردن. موسی علیه السلام خب گروزه بهش ایمان آوردن. و بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم به عنوان خاتم النبیین و المرسلین بله. که تشکیل امت دادن و این تشکیل امت در بهترین شکلش بله. و اما این پیشوا شدن ما تو یکی از آیاتی که خودمون بهش پرداختیم، آیه 124 سوره بقره، در اینجا هم همین آیه آورده و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال اینی جاعلک للناس اماما. بعد از اینکه این آیات بر ابراهیم نازل شد و دین برش کامل شد، بعد از اون رو پیشوای این امت قرار داد. و همینطور که در مقاله اومده ما ابراهیم به عنوان اولین کسانی میشناسیم که در واقع ندای توحید در فراخوان توحید دادند و سپس تشکیل امت دادند. و بعد از اینکه این کلمات بر ابراهیم تمام شد، از نظر ایشون وحی براشون تمام شد، پیامبر پروردگار دین رو براشون کاملا نازل کرد در زمان خودشون، بعد از اون این رو امام و پیشوا قرار داد. ما در خود برنامه گفتیم و ویدیوهایی هم پخش کردیم و اقوال علما رو هم از علمای روافض رو هم خوندیم که این اماما رو در واقع امامت از جانب خداوند تلقی کردن و گفتند حتی امامت به خاطر این آیه، امامت از نبوت مقامش بالاتر هست از نبوت غیر از پیامبر علیه السلام، به دلیل اینکه ابراهیم بعد از اینکه در واقع این تمام نبوت رو پشت سر گذاشت، بعد از اون خداوند اون رو به امامت منصوب کردند. خب رد هم کردیم. بله بله البته این ربط اینا نمیتونن استدلال کنند. اگه این گونه است پس بایستی ائمه اونها هم اون مراحل نبوت رو طی کرده باشن تا برسن به امامت. پیامبر اونها رو امامت و مستقیما دیگه من اگه میخوان استدلال کنن این گونه هست، اگر ابراهیم نبی بود بعد شد امام، بس اینا هم بس این مراحل رو طی کنن به نبی بعد بشن امام. ثانیا این بحث از ابراهیم هست، چه ربطی به علی و فرزندان علی داره؟ بحث از ابراهیم هست. بله. شما بحث از امامت من عند الله میکنید که از طرف خدا بعد از رسول خدا افرادی به عنوان امام منصوب شدند، خب صحبت از ابراهیم هست، چرا صحبت از اون فردی که مد نظر شما هست در اینجا نیست؟ اینجا کاتب نویسنده این مقاله آقای غربی آقای غربی منظورش میگه فاتمهن، اینجا اتمام را به خدا برگردونده. اما چیزی که هست که حضرت ابراهیم این دستورات و خواست خداوند را به نحوه تمام و کمال انجام داده. ایشون گفتن که فتمهن یعنی این که وحی براشون تمام شد. بله وحی براش تمام شد. از این دید اونها اینه که بعد از این که حالا اواخر عمرش هست، اتمام نعمت شده، اتمام وحی داره میشه، حالا میگه که من تو را امامی برای جهانیان قرار میدم، برای همه. قبلا هم گفتیم که ابراهیم علیه السلام نبی است که همه ادیان خود را به اونها منتسب میکنند، ادیان هر کس که بعد از خودش اومده. خب یهود اونو میگه، نصارا همینو میگه، مشرکین هم همینو گفتند. و قرآن هم میگه که ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوه هذا النبی والذین آمنوا. منظور از پیامبر. بله کسانی که از ابراهیم پیروی کردند و این پیامبر و مؤمنان پیامبر، اینها اولاتر به ابراهیم هستند، به ابراهیم نزدیکتر هستند، اینها پیرو ابراهیم هستند. پس امامتی که همه خود را به عنوان پیرو ابراهیم دارن معرفی میکنند، جعلک للناس اماما، امامی است برای همه. در حالی که حتی حضرت موسی علیه السلام وقتی میبینیم امام همه مردم نیست، برای بنی اسرائیل بوده، نبی بنی اسرائیل بوده. و عیسی علیه السلام هم نبی یهود بوده، نبی برای بنی اسرائیل بوده، از انبیاء یهود هست و مکمل شریعت موسی علیه السلام هست. و انبیایی که در بین ابراهیم تا
عیسی علیه السلام اومدن و هم خود رسول الله هم از ذریه حضرت ابراهیم هستند. پس اینجا بود که امامت ابراهیم اینجا متجلی میشه که همه خود را منتسب میکنند به ابراهیم و جعلنا فی ذریته النبوت والکتاب. بله، در ذریه ابراهیم نبوت و کتاب آسمانی قرار دادیم. بله، ما گفته بودیم که بعد از نیم ساعت همیشه در برنامه هامون میذاریم بحثی جای پیش بره و تماس ها رو وصل نمی کنیم. از الان نیم ساعت برنامه گذشته، همون شماره تلفن هایی که دارید میبینید زیر نویس شده، اگر میخواد در برنامه مشارکت داشته باشید میتونید با این شماره ها تماس بگیرید. بعد از این در این مقاله اومده با توجه به این آیه که ما میبینیم در این آیه پیشوای سیاسی نشدن هیچ وقت ابراهیم علیه السلام، و بعد از این میگه ما یه گذری میزنیم با توجه به اینکه اینجا امام شدن ابراهیم ولی هیچ وقت پیشوای سیاسی نشدند، و از قول آقای قروی بعد از اینکه وحی براشون، بعد از اینکه دین براشون تموم شد، و شما گفتید بعد از اینکه در واقع دین رو به نحو احسن به مردم رسوند، منظور از این اون دستوراتی که خداوند بهشون داده بودن اجرا کردند، میگه با توجه به این که امام در اینجا به هیچ عنوان پیشوای سیاسی نبوده در مقابل در مورد حضرت ابراهیم، برگردیم به پیامبر علیه السلام. وقتی دین بر پیامبر کامل میشه با آیه 3 سوره مائده الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دین بر پیامبر علیه السلام کامل شده. آیا برداشت مذکور از این آیه از چشماندازهای گوناگون میتواند پاسخ به این پرسش ها را در واقع ازش جستجو کرد که اولا آیات قبل و بعد از آیه فوق مؤید این معنی است که خداوند پیامبر را موظف میکند که هر آنچه بر اون نازل میشود بی کم و کاست ابلاغ کند، و در این میان هیچ پیامد و گزندی وی را در انجام رسالت از انجام رسالت باز نمیدارد و بر طغیان و مخالفت و سرکشان و کافران اندوگی نباشد. و آیا میشه این رو برش بعد از این میشه، یعنی اکنون که وحی بدون هیچ نقض و گزندی به مردم ابلاغ شده نعمت بر شما تمام شده؟ اگر موضوع اینکه ابلاغ کن به مردم معرفی علی علیه السلام به خلافت می بود، باید بلافاصله در همانجا ذکر می شد، زیرا خداوند حکیم است و تأخیر این بیان از وقت حاجت از حکیم قبیح حکیم قبیح است. درست، اینجا میگن که بالاخره یک آیه قبل و بعدی در سیاق یک سوره میاد، میگه وقتی که اینها را قبل و بعد این آیه را نگاه کنیم، خب صحبت از این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم دین را کامل برسونه. بعد میگه که سیاق آیات اینگونه به نظر میاد که نعمتی که تمام شده است همان وحی خداوندی است. الان دیگه وحی تموم شده، وظیفت انجام دادی، این وحی قطع میشه، اون چیزی که بایستی برسونی تو دیگه رسوندی، اکملت لکم دینکم، دینتون کامل شده. بله، اون چیزی که شما در خداپرستی احتیاج دارید تموم شده، و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم بر شما تمام کردم، الان وحی دیگه تموم شده، قطع میشه. تحقق عینی این هم چیه؟ اسلامه. پس اکنون که وحی بدون هیچ نقص و گزندی به مردم ابلاغ شده نعمت بر این شان تموم شده. خب بزرگترین نعمت هست قرآن، و این چیزی که انسان به واسطه هدایت پیدا میکنه میتونه چگونه خدا رو پرستد، چگونه زندگی کند، چگونه جهانش آباد کند، چگونه آخرتش آباد کند. خب انسان برای اینکه خدا رو بپرستد آفریده شده. بله، عبادت و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، برای این آفریده شدن. حالا خداوند در قرآن چگونگی این عبادت رو برای ما بیان فرمودند، پس نعمت خود را در قرآن قرار دادن با نزول وحی و اکمال وحی، نعمت خداوند هم بر بندگان کامل شده، ناقص نیست. میخواد به خود این میگه که قرآن ناقص نیست که دیگه احتیاج به کسی داشته باشه که بیاد حتما باید باشه تا مفسر قرآن باشه و مبین قرآن باشه، اتمام نعمت شد. بله، پس اگر بگیم که باعث امام باشه اتمام نعمت نیست، بدین خاطر اینا میگن که اتمام نعمت منظور علی است، یعنی یک فرد رو به عنوان اتمام نعمت قرار دادن، نه اینکه خود قرآن به عنوان یک نعمت کامل شده است. و در اینجا هم همین مسئله خیلی جالب ذکر کردنش که در وقت خودش چرا پروردگار متعال نباید این رو تبیین میکرد، پروردگار حکیم چرا نباید این رو به مردم تبیین میکرد که
این شخص، این تکمیل شدن دین توسط یک شخص هست و این شخص سیدنا علی هست که الان باش دین کامل شده. بعد از اون میپردازه به این موضوع که تخصیص آیات کتاب به یک موضوع هم باید همراه با دلایل بسیار روشن صورت پذیرد، در غیر این صورت موجب بروز ناهماهنگی در آیات میشود. در اینجا نیز اگر مضمون آیه فوق را نسب سیاسی بپنداریم، با آیاتی ناسازگار میشود که پیامبر دستور میدهد در اداره دنیای مردم، یعنی همان امر به مردم یا همون حکومت به مردم، با آنها مشورت شود، مثل وشاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. یعنی تناقض پیدا میکنه بین چیزی که پروردگار متعال گفتند با چیزی که الان داره ازش این تفسیر میشه، یعنی امامت سیاسی از جانب خداوند برای امور دنیوی مردم. بله کاملا درسته، چون در آیات دیگه خداوند فرمودن که با مردم مشورت کن و این هم در زندگی رسول الله کاملا بوده. در دیروز هم صحبت در بحث هجرت که داشتیم دیدیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در تمام زندگیشون در مسیر دعوت مشورت میکردن، دیکتاتور نبودن. حتی قبل از اینکه به نبوت، حتی قبل از اینکه به در واقع حکومت برسن، به حکومت مدینه برسن، در خود مکه در بیعت هایی که میکردن هم مشورت میکردن. بله بله کاملا با هر مسئله و این چیزیه که خداوند امر کرده، چون آیه و امرهم شورا بینهم سوره شورا، سوره شورا مکی است. بله در کارها مشورت میکنن، در مسئله در شما در همه امور زندگیتون انسان موفق کسی است که مشورت میکنه. حالا وقتی کسی که میخواد یک جامعه‌ای بسازه خب احتیاج به مشورت داره. بله پس میگه که اگر امامت سیاسی معتقد باشیم که از طرف خدا هم منصوب شده باشه، الان ناهماهنگی پیش میاد بین این این ادعا با آیاتی که امر به شورا میکنه و شاورهم فی الامر. این بعد از غزوه احد هم در سیاق آیاتی است که بعد از غزوه احد اومده که خداوند امر میکنه پیامبر که بعد از اینکه مشورت کردن و از مدینه خارج شدن، رأی رسول الله در خود مدینه بمونند، دشمن حمله کنه در داخل مدینه به دشمن حمله کنند، اما گروهی بر این اصرار کردند که نه در خارج از مدینه باشه. پیامبر هم رأی اونها را قبول کرد. بعد هم با این حال خداوند میفرماند که شکست شما به خاطر مشورت نبوده، به خاطر سرکشی از دستور بود. با این حال میفرماند که وشاورهم فی الامر، اونها مشورت کن. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگر تند خو بودی از دورات پرکنده میشدن. فاعف عنهم، اونها گذشت کن، وشاورهم فی الامر، باش مشورت کن، در استغفار براشون کن، باشون مشورت کن. فاذا عزمت فتوکل علی الله، بعد از این مشورت هم بر هر چیزی که عزم کردید، چیزی رو انتخاب کردید، بر خود توکل کنید. اگر موافق باشین، چون یه بخشی از این آیات در واقع یه بخش از این موضوع تموم شد، بعدش می‌پردازیم به روایاتی که در این باب اومده، اما یک در واقع یک کلیپ ببینیم در همین مورد، در مورد توقیف روزنامه بهار، روزنامه‌ای که این مقاله درش یاد شده، جز معدود مقالاتی که من می‌بینم تدبر شده در آیات قرآن و در روزنامه‌ها چاپ شده. یعنی به محضی که در مورد قرآن صحبت میشه، بلافاصله صحبت یک آخوند بعدش میاد، صحبت فلان مرجع بعدش میاد، و اصلا هیچ کس من ندیدم تا الان آیات قرآن در ایران بشینه تفسیر کنه و موشکافی کنه، آیات قبل و بعدش رو بررسی کنه و نظر خودش رو بگه در مورد آیات قرآن. با توجه به اینکه آقای قرابی هم یک انسان دین پژوه هستن و قبلا هم پدر شما آیت الله هست، بله، ببینیم با توجه به اینها این مقاله هم یک مقاله علمی بود، اما ببینیم چه اتفاق افتاده. کلیپ شماره یک اتاق فرمان اگر آماده هست با هم ببینیم. بعد از این کلیپ تماس شما بینندگان عزیزی که پشت خط هستید رو هم بس میکنیم و سوالاتتون میتونید از برنامه بپرسید. این کلیپ شماره یک اگر اتاق فرمان آماده هست با هم ببینیم. چهارشنبه گذشته مقاله‌ای در اونجا درج شده که علاوه بر اینکه نوعی تحریف تاریخ اسلام محسوب میشه، در ایجاد اختلاف مذهبی در کشور نقش داشته. نه تنها اون مقاله‌ای که روز چهارشنبه نوشتن، حتی مقالاتی که بعداً روز شنبه نوشته شده برای اینکه جبران بکنن اون خطای روز گذشتهشون رو، در اون هم
مطالبی نوشته شده که نسبت به برادران اهل سنت ما تعریض‌هایی داشته. آخرین روزنامه‌ای که در ایران توقیف شد، روزنامه اصلاح طلب بهار، که حتی این بار پیش از آن که هیئت نظارت بر مطبوعات حکم به تعطیلیش بدهد، خودخواسته اعلام کرد که به طور موقت منتشر نخواهد شد، تا اینکه روز دوشنبه هیئت نظارت بر مطبوعات هم رأی به تعطیلی این روزنامه داد و پرونده‌اش را به مراجع قضایی فرستاد. اما آنچه که بهار نوشت و توقیف شد چه بود؟ این روزنامه چهارشنبه گذشته اول آبان مقاله‌ای با عنوان امام پیشوای سیاسی و یا الگوی ایمانی منتشر کرد به قلم علی اصغر غربی، دین پژوه و روشنفکر دینی و عضو نهضت آزادی ایران. هم در یک چهار دیواری نقره‌ای و طلایی که قرآن فریاد می‌زند. از دید آقای غربی پیام قدیر معرفی امام مردم است تا قیام قیامت، نه تعیین و نصب حاکم سیاسی برای مدتی کوتاه. حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر دینی میگوید که اعتراض به مقاله روزنامه بهار هم دلایل و زمینه‌های مذهبی دارد و هم سیاسی. اگر امر ولایت به شکلی که آقایون میفهمند مورد سوال واقع بشه، اساس نظام جمهوری اسلامی و ایدئولوژی رسمی آن به چالش کشیده میشه، چرا که میدونیم جمهوری اسلامی ستون اصلیش ولایت مطلقه فقیه. ولایت مطلقه فقیه هم از دل مرجعیت شیعه در آمده، مرجعیت شیعه هم از دل مسئله امامت و غیبت امام زمان و مسئله ظهور امام زمان در آمده. مسئله غیبت و ظهور هم که متکی هست به مسئله قدیر و ولایت. به هر حال همه چیز از قدیر و ولایت شروع میشه. با توجه به این که نظام های ایدئولوژی که بسته اجازه نمیدهند که اندیشه های دیگر که مغایر باشه با اندیشه های رسمی، از این جهت به شدت واکنششون میدن و سرکوب میکنن. مقاله روزنامه بهار تا کنون با واکنش های مختلفی روبرو شده. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز با اظهار تأسف از توقیف روزنامه بهار گفته است که توقیف یک روزنامه تنها راه اعمال قانون نیست. یک کمیته هماهنگی با مجلس داشتیم. محمد رضا عارف نامزد دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری که روزنامه بهار از حامیان اصلی او به شمار می رود گفته است که از انتشار این مطلب ناراحت شده و روزنامه بهار هیچ ربطی به او ندارد. اظهار نظری که با واکنش برخی دیگر از رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان مواجه شده. روزنامه ابتکار در سرمقاله روز سه‌شنبه خود نوشته که موضع‌گیری آقای عارف در مورد انتشار مقاله بهار که بسیاری او را پدر معنوی این روزنامه می‌دانند، اشتباهی تاکتیکی است که می‌تواند به خطر افتادن سرمایه اجتماعی او را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعیان که دیدگاه سیاسی نزدیکی به حکومت ایران دارد، امروز چهارشنبه در واکنشی شدید به انتشار این مقاله گفته که نویسنده گستاخ مقاله باید مورد تعقیب قانونی قرار بگیرد. با این وجود علی اصغر غربی امروز در سایت جلس در پاسخ به انتقادها نوشته که تنها بحثی نظری را مطرح کرده که پاسخش بحثی نظری است و نه به راه انداختن جال و جنجال. به استودیو و دیدیم این قضیه روزنامه بهار رو، نمیدونم اگر کلیپ شماره 3 هم آماده بود پخشش میکنیم، اما چند از اسمس های شما بینندگان عزیز رو بپرسم و بعد تماس های شما بینندگان عزیز هم شماره اسمس و تماس تلفنی زیرنویس خواهند شد. اگر میخواید که اسمس بزنید از طریق اسمس یا واتساب میتونید ما در ارتباط باشید، یا اینکه مستقیما تماس بگیرید و با برنامه در ارتباط باشید در صورتی که وقت باشه. یکی از آقای حمید ارسال کردن که از مشکلات شما، مهمترین مشکل شما این است که فکر میکنید هر کس میتواند که آیات قرآن را تفسیر کند. آیا تفسیر آیات قرآن، آیا تفسیر آیات قرآن توسط هر شخصی امکان پذیر است به نظر شما، یا باید امامی عادل آن را تفسیر کند؟ خب شما فرمودید که امام عادل، الان امام عادل کجاست که قرآن را برای ما تفسیر کند؟ مگر نه اینکه 1200 سال، نزدیک به 1200 سال است که این امام عادل غایب است و هیچ ارتباطی هم با او نداریم ما. آیا این نقصی نیست یا اتهامی نیست به قرآن؟ قرآن انسان میتونه بفهمه، خیلی راحت هست، انسان ها هر کس بر اساس قدرت و تواناییش
میتونن بفرمان یک وجه مشترک است، یک دایره ای هست، یک خطی هست که همه در اون مشترک هستیم که فهم اون آسان هست. حالا بعد از اون فهم انسان ها متفاوت هست، درجات مختلفی هست از این قضیه. حالا وقتی خداوند پیامبرش میفرمان که بلغ ما انزل الیک من ربک، از کجا شما اینو امامت رو میتونید بفهمید؟ بعد خب خیلی واضح و شفاف و صریح میگوین. اینجاست که روی مارن به تفسیر باطنی قرآن، که قرآن یه ظاهری داره یه باطنی داره، باطن قرآن هم فقط ائمه میدونن. حالا من این سوال میکنم که تفسیر قرآن توسط این ائمه که شما مدعی هستید کجاست؟ بله، و الان اگه سوال داشته باشیم باید از کدوم امام بپرسیم؟ در جواب این همین سوال من آقای اسلامی ارسال کردن که ما در دین روشن فکر دینی یا دین پژوه نداریم، ما مرجع تقلید داریم که فهم دین دارند و مقلد دین داریم که از مرجع تقلید تقلید میکنند. نکنید دین اصلا روشنگر هست، دین میاد انسانها رو روشن میکنه، اما تقلید این روشن بودن و روشنگری را از انسان میگیره، سلب میکنه، عقل را از انسان سلب میکند تقلید. بله. و بعد خداوند فرد را شما اونو مرجع تقلید قرار بدید و هرچی اون گفت شما قبول کنید سربسته و حق اعتراض نداشته باشید، خداوند این عمل را به عنوان خدا قرار دادن اونها معرفی کردن. در سوره توبه هست: اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الههم واحدا. اونها احبار و رهبانشون، علماهاشون و زاهدانشون، کشیشهاشون را به عنوان خدایانی همراه با خدا قرار دادن. وقتی که عدی بن حاتم میاد پیش رسول الله و رسول الله این آیه را براش میخونه، میگه که یا رسول الله ما کنها را عبادت نمی کردیم. برداشت عدی بن حاتم بود که در برابرشون نماز بخونن، سجود کنن، رکوع کنن، اما رسول الله فرمودن که مگر نه این بود که اگر چیزی را حرام می کردن شما قبول می کردید و اگر چیزی را حلال می کردن شما هم قبول می کردید؟ گفت بله. گفت این عبادت هست، اینکه شما فردی را به عنوان مرجع تقلید خودتون قرار بدید و هرچی اون گفت کاملا قبول داشته باشید، این به معنای پرستش این فرد هست. و این فکر مرجع تقلید زمان پیش اومد که بعد از اون ادعای غیبت مهدی و غیبت صغرا و بعد از اون غیبت کبرا که به وجود آوردن، گفتن برید سوال کنید از روات احادیث ما. به این روات احادیث همان قدسیت و عصمت ائمه را دادن. یعنی عثمان ابن سعید عمری تونست امامت را از اهل بیت بگیره، امامتی که ادعا میکردن در اهل بیت هست، و اونو به اول به خودش و بعد به فرزندش و بعد به کسی که خودش میخواست رسوند، و بعد هم غیبت کبرا که را که گفتن اعلام میشه به تمام روات احادیث و مجتهدیشون قرار دادن که هر مجتهدی در نزد شیعه به عنوان فرد معصوم است، حق اعتراض نداری. بله. و کسی هم که به عنوان ولی فقیه هست همون صفت داره و هر حکم میکند حکم خدا و پیامبر هست و حق اعتراض نیست. بله. یکی از بینندگان ارسال کردن که من شیعه هدایت شده هستم و جرقه هدایتم تفکر در آیات قرآن است که و اینکه امامت در قرآن وجود ندارد، در اصل قرآن وجود ندارد، چگونه خداوند بشر را هدایت نداده و دین را کامل بیان نکرده؟ بله، کاملا درسته. وقتی که خداوند قرآن را به عنوان کتاب هدایت معرفی میکنند، هدل للمتقین، هدایتی است برای پرهیزگاران، یا فرمان که هدل للناس، هدایتی است برای جهانیان، در کجای این کتاب هدایت صحبت است؟ امامت شده، امامت من عند الله. پس وقتی که قرآن خودش هدایتگر هست، دیگه احتیاج به این که یک فردی باشه و بخواهد اونو تفسیر کنه، قرائت فردی داشته باشه از اون دیگه نیست. هدایتیست برای پرهیزگاران. مگه میشه چیزی که هدایتیست برای پرهیزگاران قابل فهم و درک نباشد و مردم منتظر باشند که حالا اون یک فرد، حالا اون فردم به عنوان مثال حضرت علی رضی الله عنه در مدتی که در مدینه بودن بعد در کوفه بودن. بله. خب باقی آیا اسلام فقط در کوفه بود؟
و تکلیف باقی مردم چی بود؟ حضرت جعفر یا حضرت حسن، حسین، زین العابدین، حضرت باقر تا حضرت جعفر اینها در مدینه بودن و از مدینه بیرون نرفتن. خب باقی مردم تکلیف چیه؟ این عالم اسلامی به این بزرگی، خب تکلیفشون چیه؟ چگونه با این امام ارتباط برقرار کنند؟ خب اسلام رسیده بود به شرق و غرب، اسلام رسیده به اندلس، اسلام رسیده به چین، به اسپانیا رسیده بود. تکلیف این مردم چیه که با این امام هیچ ارتباطی ندارن و نمیتونن فهم امامو بدونن؟ پس قرآن هست، قرآن که خدا اونو کتاب هدایت، نور، رحمت، شفا قرار داده، در بین اونها هست و کافی است و احتیاجی به این نیست. ولی خب متاسفانه فکر امامت به عنوان اساس فکر روافض هست، اساسی است که اونو کلن از بدنه عالم اسلامی جدا کرده، از قرآن جداش کرده. همین فکر امامت من عند الله هست، وگرنه شیعه به عنوان یک فکر سیاسی بیش نبود، یک فکر سیاسی فقط. بله، حالا حد اکثر بگیم یک فکر معارض سیاسی، مخالف سیاسی بوده. اما این که بیاد برای حضرت علی این صفات من عند اللهی قرار بدهد و معصوم بدوند و عالم الغیب و شهاده بدونه، این فکر نبوده. اما این فکر روافض بوده و خیلی پنهانی کار میکردن. شما هم در روایت ها میخونید و علمای روافض هم دائما تأکید میکنن که ائمه در زمان تقیه بودن و میگفتن دینتون را کتمان کنید. عجیب هست که از یک طرف میگن که امام وظیفش بیان حقایق هست، از یک طرف میگه که در زمان تقیه بودن، فشار برشون بود، مجبور بودن کتمان کنن. خب این کتمان کردن با بیان کردن کاملا تناقض داره. کتمان یعنی پنهان کردن، بیان کردن یعنی آشکار کردن. و خداوند به پیامبرش امر کردن که تو بایستی وظیفتو انجام بدی، بلغ ما انزل الیک من ربک، و برام لتبین للناس، برای مردم بیان کنی. پس نمیشود که خداوند یک وظیفه به پیامبرش بده که وظیفه ابلاغ باشه و وظیفه بیان باشه، از طرف دیگه بخواد کتمان کاری کنه، پنهان کاری کنه و به مردم ابلاغ نکنه. کاملا تناقض داره. بدین خاطر شما در روایت های روافض میخونید که میگه که این دین، دین پنهانی است، نباید اونو آشکار کنه. هر کی اونو آشکار کرد، خدا اونو خوار و ذلیل خواهد کرد در دنیا و در آخرت. هر کس اونو پنهان بدارد و پنهانی به اون دعوت بدهد، پنهانی به اون عمل کند، این خدا اونو در دنیا و آخرت عزت خواهد داد. بحب. آیا این بالله علیکم، آیا این میشود دین؟ یک چند تا از اس ام اس در مورد این مسئله است که چرا شما آیات قرآن رو دارین خودتون تفسیر میکنید. یکیش به عنوان نمونه میخونم که شما چگونه به خودتان اجازه میدهید که قرآن را با هوای نفسانی خود تفسیر کنید، مگر شما معنای باطنی قرآن را نیز میدانید؟ همینه مشکل. اینه که متاسفانه اصلا فکر تقیه وقتی میگن یک فکر باطنی است. بله، یک فکر باطنی است. همین که برای قرآن یک ظاهر و باطنی قرار دادن که شما حتی ظاهر، خب حالا این ظاهرش رو شما، ما مکلف به ظاهر هستیم یا نه؟ حالا خیال کنیم که امام فقط باطن رو میدونه. آیا ما مکلف به ظاهر هستیم یا باطن؟ آیا واحد من از شما اگر بذاریم که باطن من برای امام بر این هست، من نظرم بر این هست که ما مکلف به ظاهر هستیم. خب، اما باطنی که، اما اگه از طرف مقابل هم نگاه کنیم، باطنی که امام میدونه اون رو به ما میرسونه. خب حالا کجاست امام که ما به ما رسونه؟ اینو نمیتونم بهش جواب بدم، جوابی ندارم براش. بله، الان ما خواستاریم، خواهش میکنیم شما برادران عزیز، این تفسیری که امام کرده از قرآن برای ما بیارید. تفسیری که مهدی از قرآن داشته، خب امام بایستی باشه برای هدایت بشر دیگه. شما میگید که قرآن کافی نیست، درسته برادر عزیز؟ و این معنا، این ادعای شما که قرآن یک ظاهری داره و یک باطن، و باطن هم فقط امام میدونن، این که قرآن کافی نیست، هدایتگر نیست، قابل فهم نیست. وقتی قابل فهم نیست یعنی من نمیتونم بهش عمل کنم، نمیتونم بفهمم. وقتی چیزی دستور شما میدید، این دستور شما باید قابل فهم باشه و قابل عمل باشه. یه کاری از من میخواهید که انجام بدم، باید بفهمم و در قدرت و توان من باشه. وقتی خداوند با من با زبانی صحبت کرده که اصلا برای من قابل فهم نیست، من چی میگه؟ یک کلام دو پهلوست، ظاهرش چی چیزی، باطنش چی چیزیه، خب من به کدامش باید عمل کنم؟ حالا امام نیست، 12 قرن نزدیک 1200 سال امام وجود نداره، پنهان هست و امام از ترس جان خودش امت را به حال خودش رها کرده.
اما این قرآن مونده. حالا تکلیف ما چیه؟ اگه میگید همین قرآن به ظاهرش عمل کنیم، خب چه حاجت به امام هست پس دیگه؟ اما میگید نه خیر، باید امام باشه، میگید پس کو امام؟ پس چرا امام به وظیفه خودش عمل نمیکنه؟ قرآن که کافی نیست، امام هم نیست، پس امت همه سرگردان هستند. تکلیف چیه؟ این کجا این امت میشه بهترین امت؟ و چگونه انسان میخواد به سعادت برسد؟ آیا این توهینی نیست به رسول الله صلی الله علیه وسلم، به ختم نبوتش و به خود قرآن؟ یکی از مسائلی که در همین موردم فهم کنم نزدیک هست بهش، آقای خانومی از تون کابون برای ما ارسال کردند که عملا امامان پیشوای سیاسی نشده اند، مگر کدام امام خلافت کرده؟ آیا فرمان الله و آیا فرمان الله و خدا به هدفش به هدف خود نرسید و دین خدا به هدف خود نرسیده است؟ کاملا درسته، درست میگن. زیرا که تنها حضرت علی رضی الله عنه 4 سال اندی خلافت کردند و حضرت حسن هم 6 ماه دیگه، هیچ کدام خلافت نداشتند، امامت سیاسی هم نداشتند. حتی امامت دینی شما وقتی نگاه کنید از بعد از حضرت جعفر، شما نگاه کنید دیگه خیلی چیزاشون کم رنگ میشه، حتی در نزد خود شیعه. چرا میگن ما شیعه جعفری هستیم؟ چرا باید بگن به جعفر امام هفتمشون خودشون نسبت بدن؟ کو باقی 5 تا امام؟ باقی دیگه اصلا رنگی ندارن، حتی در نزد خود شیعه رنگی نداره. یعنی علمشون از نظر پیشوای دینی بودن، باقی امام جواد و امام رضا و امام تا میاد 12 که قرار دادن، پیشوای دینیشون هم در نزد خود شیعه همانند پیشوای حضرت جعفر نیست. بدین خاطر میگن که مذهب جعفری اثناعشری، در حالی که با وجود امام. پس چه احتیاج هست به امام 12 وقت شما میگید که ما مذهب جعفری هستیم؟ چه حاجت به امام بعد از اون هست؟ 5 امام بعد چه حاجتی به اونها هست؟ بگیریم اسمس ها رو تا حدی سعی کردم اونایی که مرتبط بودن با برنامه پاسخ بدیم. چند تا از تماس ها رو هم بگیریم. بیننده‌ای که پشت خط هستن رو اتاق فرمان، اولین بینندمون رو بدید. آقای ابن مالک، آقای ابن مالک بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. خسته نباشید. سلامت باشید. خب راجع به امامت داریم صحبت کنیم در قرآن، درسته؟ بله. خب من مطلبی را عرض بکنم اولا خدمتتون. بفرمایید. خواهش می‌کنم. یکی از آیاتی که تیر آخری است که شما مخالفین امامت خاصه الهی اگر اهل مجاب شدن باشین و زیر بار بخون بینید که حق هست، آیه سوره قدر هست، تنزل الملائکه و روح، فعل استمرار است، نازل می شوند ملائکه و روح در شب قدر که همه ماهای رمضان شب قدر داره، در زمان پیغمبر بر پیغمبر نازل می شدند. الان که شب قدر هست در ماه رمضان، بر کی نازل می شوند؟ آیا بر هر فاسق و فاجری نازل می شوند؟ قرآن در سوره غافر آیه 15 می فرماید رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرهی علام من یشا من عباده سوره نحل آیه 2 ينزل الملائکة بالروح من امرهی علی من یشاء من عباده. خب این بگید پیغمبر نیستن انبیا، آیه 73 چه میگوید؟ وجعلناهم ائمة یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. من تا اینجا هیچ نشونه آقای ابن مالک گرامی، من تا اینجا هیچ نشانه ای ندیدم. شما گفتید بر آدمای فساق فجار نازل میشن پیام ملائکه، مگر ملائکه در سوره قدر اومده که بر کسی نازل میشن؟ گفتن بر شخصی نازل میشن در سوره قدر. من میخوام سوالتون رو واضح بگیرم، من نمیخوام بهتون جواب بدم، چون اونطوری که در سوره قدر اومده ملائکه نازل میشن در شب قدر، خب ولی نمیدونم در کل شخص اصلا کی گفت اینا؟ این نظریه که دارید میگید ملائکه بر پیامبر در شب قدر همه دست جمعی نازل میشدن، بعد از پیامبر حالا بر کی نازل میشن، این رو از کجا آوردید؟ این رو چطوری دارید میگید این قضیه رو؟ الو بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. صدای من دارید؟ بله بفرمایید. خب
خب من میگم این فعل استمرار نه نازل میشه، نازل شدن نازل یعنی میشه یعنی همچنان هم نازل میشوند. بله خب خب آیا بر هر شخصی نازل میشن یا بر چرا نازل و چرا فکر میکنید بر شخص با اینه که بر شخص نازل میشن رو از کجا دارین میارید؟ چرا ملائکه فقط باید به شخص نازل بشن؟ منظور شما این هست که الان بر امام زمان نازل میشن ملائکه در روز قدر، درسته؟ بله. ولی این رو اینکه اصلا کلن اینکه ملائکه بر شخص نازل میشن، چرا بر شخص باید نازل بشن؟ ملائکه در شب قدر نازل میشن بر زمین، ولی اصلا نمیدونم چرا شما فکر میکنید بر شخص باید، درست؟ کل امر. بله من کل امر منظورتون در مورد اموری که در این سال باید رخ بدهد. بله ولی در که فیها یفرق کل امر حکیم امر من عندنا. بله اما اصلا من متوجه نمیشم، یعنی نمیدونم چرا شما فکر میکنید ملائکه باید این به قول شما تیر آخری که میخواید ما رو هدایت کنید، من اولین بار دارم از شما میشنم، یعنی قبلا کسی تیر رو نزده بود به سمت ما، ولی نمیدونم نمیتونم متوجه بشم که چرا شما فکر میکنید که ملائکه برای یک شخص باید نازل بشند. گوش کن بر کی نازل در زمان رسول خدا بر کی نازل میشدن؟ در زمان رسول خدا؟ بله در زمان رسول خدا بر زمین نازل شده. بر رسول خدا بر کفار نازل میشدن. یعنی شما معتقد هستید که ختم نبوت صورت نگرفته، درسته؟ وحی همینطوری داره نازل میشه. صورت گرفته اما این آیه فعل استمرار را میرسه. خب استمرار نازل میشن نازل میشن ملائکه، ولی چرا باید شما اصرار داشته باشید بر امام نازل بشن؟ این اصلا نمیدونم قانع کننده نیست برای من، عقلانی برای من قانع کننده نیست. یعنی اینکه ملائکه نازل میشن استمراری نظر شما هم درست، اما اینکه چرا باید بر یک شخص نازل بشن، باید بر امام حالا اون شخص نازل بشه. میگید بر منافقین نازل میشدن، نه نمیخواد بر منافقین نازل بشن، ولی الان چرا باید بر امام نازل بشن؟ یعنی خداوند امام رو گذاشته که ملائکه برش نازل بشن شب قدر؟ من یه سوال میکنم، آیا حضرت مریم معصوم بود یا نه؟ چه ربطی داره؟ موضوع مرتبط نه محدث بود یا نه؟ ملائکه با اون صحبت میکردن یا نه؟ معصوم نبود ولی ملائکه باهاشون صحبت کردن. خب چطوری باهاش صحبت کردن؟ کسی که لیاقت اسمت بداره، لیاقت تقوای معنوی بداره. موضوعتون با برنامه اصلا همخونی نداره. نمیدونم چرا دارید ربط میدید کسی که این فرضیه‌هایی هست که هیچ دلیلی برش نیست. ملائکه باید بر یک نفر نازل بشن، پس استمراریه، پس باید امام باشه که ملائکه برش نازل بشن. حضرت مریم بهش وحی شده، پس باید معصوم باشه، چون که ملائکه به غیر از کسی که معصوم باشه نازل نمیشن. این یعنی فرضیاتیه که از هوای نفستون، از ذهن خودتون داره خارج میشه، هیچ دلیلی برش وجود نداره. اگر موضوعی در مورد موضوع برنامه باز هم غیر از اینایی که گفتی چیز دیگه دارید بفرمایید، وگرنه بریم سراغ بیننده بعدی. خب اجازه بده من این مطلب آخر رو بگم. بفرمایید. 30 ثانیه. بله در سوره شورا آیه 51 و 52 میفرماید و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یبصر رسولا فیوحی باذن من یشاء. یه ما کان لبشر، نمیگه ما کان لرسول، ما کان لنبی. اون بشری که شیطان نمیتونه بر او مسلط بشه. آخر آیات سوره صاد بخوره، آیه 82 و 83، قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. شیطان فهمید چرا شما نمیخواید بدونید؟ ام کنت من العالین او تنزلن مرتبگان هستی؟ خدا داره میگوید اون بنده خالصی که برگزیده است کیه که شیطان نمیتونه برش مسلط بشود؟ بله به نظر شما این که کسی که شیطان نمیتونه برایش مسلط بشه، حتی در وقتی که تشکر میکنم 30 ثانیتون شد 45 ثانیه، اما بهتون وقت دادیم، تشکر میکنم ازتون، بیننده بعدی رو بدید. اما به نظر شما اینه که حتی زمانی که آدم هم به زمین منتقل شد و در واقع شیطان از خداوند اجازه خواستند و پیام پروردگار متعال گفتند الا کسانی که به همه میتونید در واقع تسلط داشته باشی، الا به نظر شما الا امامان هستن، باید امام باشی که نتونه اصلا برش. نظریه شخصیتونه که استاد بهتون پاسخ میده، من سوالم فقط برای این کس که سوالتون رو تبیین کنم. بیننده بعدی رو بدید اتاق فرمان. آقای مهدی، آقای ابو مهدی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام بر شما و بر
کارشناس محترم شما و بینندگان فهیم و با شعور شما. علیکم السلام بر شما آقای ابو مهدی عزیز. برادر بزرگوار، این آقای ابن مالک هر روز به یک شبکه می رود و ایشون فقط می خواهد، هدفش جنگ رفتانه‌ای هست و هدفش این هست که موضوعات شما رو به انحراف بکشاند و ذهن بینندگان شما را مشوش کند و این آقا رو شبکه های دیگه رسوا کردن و ایشون رو برای بینندگان رو معرفی کردن و به ایشون گفتن که آقای محترم دیگه این فریبکاری ها نخنما شده و دیگه شما شناسایی شدید و همین سوره قدر رو که ایشون مطرح کرد، تنزل الملائکه و الروح، جواب این آقا رو در خودم دادم و کارشناسان محترم شبکه کلمه هم آیه 30 فصلت شما اگر لطف کنو کارشناس محترم شما آیه 30 سوره فصلت رو که خداوند در اونجا تنزل الملائکه رو برای مؤمنین رو معرفی میکنه و میگوید ملائکه به اینها نازل میشن، جواب این آقا رو دادم. اما این آقا سوال کردم، گفتم برادرم مثل آیاتی که برای نبوت شما میدونید اصول دین یک اصل از دین هست مثل نبوت، خب پس آیاتی که به نبوت نازل شده همونطور آیات باید برای امامت هم نازل میشد. چطوری شد که برای دشمنی پیامبر ابولهب با پیامبر، برای دشمنی ابولهب با پیامبر یک سوره نازل شد اون با نام ابولهب؟ آیا امامت کمتر از این مسئله بود؟ بله. تشکر میکنم آقا ابو مهدی، خیلی ممنون، زنده باشید. آقای ابن مالک، چون که بینندگان دیگر هم باید بگیریم نمیتونیم بیشتر بهتون وقت بدیم که تماس بگیرید، اما اتاق فرمان اگه بیننده بعدی رو هست بدین، ولی اگر میخواستین که تماس با ما برقرار کنید بگین، چون آقای ابو مهدی جوابتون رو دادن، این گفتید آخرین تیری هم که میزنیم زدید آقای ابو مهدی جوابتون رو دادن قبل از اینکه استاد جوابتون رو بدن، الان هم استاد جوابتون رو میدن، ولی اگر باز سوال داشتید میتونید اسمس بزنید. دوستان شماره پیامک رو لطفا زیرنویس کنید، خواهش میکنم. متشکرم. بله، آقای ابن مالک میگفتن که سوره قدر باید در واقع ملائکه بر پیامبر نازل میشدن و چون که استمراری هست پس باید بعد از ملائکه بعد از پیامبر هم بر یک نفر نازل بشن، حالا نمیشه که بر فساخ فجار نازل بشن، بشر هم همه فساخ فجار هستن، باید یک امام باشه به خاطر اینکه ملائکه برش نازل بشن. همین که گفتم اینه که اینها معتقد نیستن که به حساب وحی تموم شده باشه و یا ختم نبوت صورت گرفته باشه، چون اصلا نظریه امامت یعنی اعلان این که ختم نبوت صورت نگرفته و وحی هم همچنان داره نازل میشه. با توجه به این استدلالی که علمای روافض میکنند، من تاکید میکنم بر این کلمه علمای روافض نه علمای شیعه، علمای روافض بر این قضیه استدلال میکنند، استدلال هایی که در حقیقت خیلی معیوب و سقیم هست، استدلال های بیماری که هیچ ربطی به اون قضیه نداره، صحبت از چیزی دیگه میشه، اینها به چیزی دیگه ربط میدن. به قول برادرمون ابو مهدی اگه واقعا بحث امامتتون که از نبوت بالاتر هست، خب خیلی سریع صحبت میشد در این قضیه. حالا قبل اون آیه‌ای هم که ذکر فرمودن، بله، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، این در ذهن من بود، می‌خواستم جواب بدم. پس این گونه است که بر هر مؤمنی، اگه اینطور شما ادعا میکنید، بر هر مؤمنی فرشتگان نازل میشه. آیا بر مؤمنان فرشتگان نازل شدن یا منظور این است که نزول اونها به معنای تقویت قلب اونهاست اما سوالی و تثبیت اونهاست بر این قضیه ثم استقامو، استقامت ورزیدن، فرشتگان اونها را بشارت میدن، این در قلبشون قرار میدن و تثبیتشون میکنن که ترسی بر شما نیست، خوفی بر شما نیست، نترسید، هیچ ترسی بر شما نیست، چیزی نیست که شما از اون بترسید، چون شما با خدا هست و میبینید که اون کسانی که اهل دین و تقوا بودن و استقامت ورزیدن میشه این گونه بودن. سوالی اینجا... که اینجا من دارم، اصلا در سوره قدر منظور از نزول ملائکه بر پیامبر هست؟ نه، اصلا اینجا نگونید، میگه که انا انزلناه فی لیلة القدر، بعد میگه که
شب قدر چه مقام منزلتی داره؟ در این شب چه رخ میده؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. حالا سلام من هست و سلام هست، سلامون هست. نزول فرشتگان هست و جبرائیل در این شب با هر امری مهم، هر امری چیزی، هر امر با ارزشی، هم چیزی که در طول سال میخواد رخ بدهد، یا امرین سلام، قرائت سلامین، در هر امری که در اون سلام و امنیت و آرامش هست. بله. و بعد میگه که از غروب خورشید تا طلوع فجر هست. صحبت از اینه که بر فردی نازل میشود، صحبت از فرد نیست. صحبت اگر باشه، صحبت از قرآن شد. آیا هنوز قرآن داره بر امام نازل میشود؟ انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. آیا همچنان نزول قرآن داره ادامه پیدا میکنه جناب آقای ابن مالک؟ خب قرآن ابتدای اون در شب قدر بود، به یادواره این شب بزرگ خداوند این شب رو فرمودن که شب رحمت هست، شب سلام هست، ابتدای سلامی بر امنیت و آرامش جهانیان این شب بود، نزول قرآن بود. قرآن خودش سلام هست، امنیت هست، آرامش هست، شفا هست. پس یادواره است برای این شب. این شب بزرگ داشته می شود. حالا در سوره دخان هم می خونیم فیها یفرق کل امر حکیم امر من عندنا، در این شب هر امر حکیمی، هر امر محکمی و هر امر درست و قوی حساب برنامه ریزی می شود در این شب و به فرشتگانی که مسئولیت اجرا دارند ابلاغ می شود. بله، من تو تفسیر ابن کثیر هم نگاه میکردم، در همین مورد خیلی مفصلم بهش پرداخته، به سوره در واقع قدر. اگر حالا آقای ابن مالک میخواستن که اعتراضشون در این مورد زیادتر بشه، خواهش میکنم اگر عربی میتونید بخونید برید و یه سری به تفسیر ابن کثیر بزنید، کاملا بهتون توضیح داده شده با روایات صحیح و بیان هم شده این قضیه که یعنی چی نازل میشوند. ولی یکی از کم ارزش ترین در واقع چیزهایی است که برای امام داده میشه که امام گذاشته بشه، برای اینکه حالا دلیل بر امامت اینه که حالا بر کی نازل بشن ملائکه. اینجا بحث زیبایی داره، استاد غنوی میگه که در باور چه کسی میگنجد که شیعیان این علی رسم وی و موعظه او را که چنگ یازیدن به حبل متین الهی قرآن و اتحاد مسلمانان است کنار نهادند و به جای تدقیق و تفقه در آیات قرآن و عمل به اونچه خداوند در کتاب از آنان خواسته، اسم علی را با فهم ناقص و ناصحی خود از آیات کتاب و روایات مجعوله در هم می آمیزند. نه، همیشه سعی می کنند که هر آیه را نسبت بدن به امامت. خب اگه خداوند نمی تونست خیلی واضح و آشکار این قضیه را مطرح کنه که دیگه امت رو سرگردان نکنه، بله تموم شد، قضیه تموم میشد. چگونه خداوند میفرمان که ما پیامبران رو فرستادیم که دیگه حجتی بر بشر نمونه که فردا بن اعتراض کنن بر خدا که خدا یا تو کسی نفرستادی، فردا خدا اون خواست اونها را مؤاخذه کنه که چرا غیر خدا را پرستیدید، دیگه حجتی برای اونها نمونه. اما با این وقت چه وقت حجت نمیمونه که بالبینات؟ میگه ما اونها با بینات، چیزایی که واضح و آشکار است، فرستادیم. ولقد ارسلنا رسولنا به چی؟ بالبینات یا به چیزهایی که قابل فهم نیست؟ بینات یعنی خیلی واضح و آشکار هست، قابل فهم هست، قرآن هم قابل فهم هست. خداوند اگر واضح و آشکار در قرآن نبوت پیامبر نفرموده بودن کجا میشد اتمام حجت؟ کجا مردم فهم که محمد پیامبر خداست؟ محمد رسول الله 4 بار حداقل اسم پیامبر اومده، بذار که یا ایها النبی، یا ایها الرسول که از صفاتش اومده. خب کجاست که یا ایها الامام، یا علی؟ یا بگه که همطور که محمد رسول الله، بگن که محمد علی امام من عند الله. وقتی که قرآن قضیه رو مطرح نکرده، دیگه اقامه حجه بر من نکرده. خداوند نمیتونه اصلا اگه اینگونه باشه هیچ یک از بندگانشو نمیتونه مؤاخذه کنه، زیرا واضح و آشکار نفرموده. و این من امت الا خلا فیها نذیر، هر امتی میگه ما پیامبری را فرستادیم، این پیامبران هم با بینات اومدن، خیلی واضح و آشکار حق بیان کردن. بله،
میفرماید که رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. بعد از رسول، حتی نه بعد از امام هم نیست، بعد از رسول دیگه هیچ حجتی برای انسان ها نمیمونه که اعتراض کنند. با فرستادن پیامبران حجت خدا بر بندگان تمام میشه. حضرت علی هم همین فرمودن در نهج البلاغه، میفرماند که با فرستادن پیامبر حجت خدا بر بندگان تمام شد، حجت تمام شد دیگه، علی حجت خدا نیست، حسن حسین تو باقی حجت خدا نیستن، حجت خدا پیامبران هستند. بعد اگر قرآن خودش میفرماند که اینها حجت خدا هستند، لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، حجت خدا اینها هستند. بله. اتاق فرمان میگن خیلی هستن که خیلی وقت پشت خطن، ولی من نمیدونم، فکر کنم صدای اتاق فرمان رو ندارم موقعی که به من میگن. من نمیدونستم بینندگان زیادی پشت خط هستند. اتاق فرمان بدید بینندگان پشت خطن رو. آقای تقی، چرا اتاق فرمان من نمیگید؟ آقای تقی ببخشید که زیاد پشت خط بودید، بفرمایید. خواهش میکنم. من سلام میگم خدمت شما بزرگواران. علیکم السلام. الو. بفرمایید، خواهش میکنم. من بعد از سلام اینقدر ما رو پشت خط نگه داشتین که فراموش کرده بودن چی بگیم. راستش اتاق فرمان من نمیدونم. عذر میخوام ازتون، بفرمایید. خواهش میکنم. آقای ابن مالک همیشه تیر خلاص میزنن دیگه، اینقدر تیر زدن که دیگه چشم چشمه شده. و ایشون درست میفرمایید، شما جوابشون رو نمیدین خوب. هر حضور شما که منشی امام زمان نعوذ بالله الله باشه قرغنده ها رو تنظیم میکنه شب غرب میفرست خدمت امام زمان، ایشون تایید بفرماید. بله. چون منشی همیشه کارش اینه که نامه و پرونده ها رو تنظیم میکنه میفرسته پیش رئیس، و خب ایشون درست میفرماید دیگه، شما نمیدونم چرا نمیخواد قبول کنید. نه ما الان دیگه شما گفتید کاملا قانع شدیم دیگه، حرفتون قانع کننده بود. بله خب بخیرت رئیس باید تایید بفرمایید. بله الان دیگه باید کم کم هدایت بشیم. همین این البته این شما به عنوان مزاح گفتید، اما ما دقیقا همین چندین کلیپ آخوندهای مختلف در جاهای مختلف دقیقا همین حرف شما رو گفته شده. یعنی درسته که شما دارید اینو به مزاح میگید، اما این قضیه که خیلی از اوامر میره از طرف پروردگار، میگن ابتدا ببر پیش امام ببین اگر قبول میکنه که برو تنفیذ کن، اگر که امام قبول نمیکنه که هیچی. بله این قضیه شما قضیه که شما دارید میگید. بله آقای مراهب میشه گوشی رو یه لحظه برداریم لطفاً؟ گوشی توی استودیو نیست، اگر میخواید مستقیما به اون در... نه متاسفانه. خب ببخشید، در صورت انشالله که موفق باشیم. خواهش میکنم. اگر بعد از برنامه تشکر میکنم، اگر چیز خصوصی دارید بعد از برنامه میتونید بلافاصله با همین شماره که الان تماس گرفتی تماس بگیرید، دوستان گوشه رو وصل میکنم به من. تشکر میکنم ازتون. زنده باشید. خدا نگهدارتون. اتاق فرمان بگن که دیگه بیشتر از این وقت نداریم و باید خدافظی کنیم. خدافظی کنیم. من در تایید برادرمون آقا تقی، واقعا مفوضه از گروه های شیعه بودن، از گروه های افراطی شیعه بودن. بله. که معتقد بودن که خداوند میاد این پنج تن رو می آفریند. بله. یعنی رسول الله، علی، فاطمه، حسن، حسین، و بعد خلقت جهان را به اونها می سپارد، تفویض می کند، به اونها واگذار می کند. این فکر وجود داره. این فکر زمانی که بعد از وفات به صاحب حضرت حسن عسکری و محمد ابن عثمان عمری که خود را به عنوان جانشین امام، نائب امام و باب امام معرفی می کرد، نامه ای از همین قبیل بیرون آورد که امام زمان گفته که اون تفویض کامل، یعنی نمایندگی کاملی که اونها اعتقاد داشتند که خدا به این پنج تن داده، یک کمی سبکترش کرد، اما منکر این نشد که خداوند در این جهان همطور که برادر تقی فرمودن نعوذ بالله همانند یک منشی بیشتر کار نمی کنه. بر اساس فکر امامت، فکر روافض امامت، امام بیشتر از خداوند بیشتر از یک منشی نیست. اینجا این میگه که اینطور میگه که اتاق فرمان مدارت میخوام من الان تمومش میکنم.
از ابی عبدالله بعد مثال میاره حسین ابن روح نوبختی نظری میاره که از حضرت جعفر هست، میگه که ان الله اذا اراد امرا، وقتی خدا کاری میخواد خودش جرأت نمیکنه، نعوذ بالله ای قل له کن، جرأت نمیکنه و بدون مشورت با رسول الله و امیرالمؤمنین و ائمه بدون مشورت اونها کار نمیکنه. میگه که وقتی که کاری میخواد انجام میکنه عرضه علی رسول الله، اونو بر پیامبر عرضه میکنه، سپس بر کی؟ امیرالمؤمنین، سپس ائمه تا اون 12 امام، الی ان ینتهی الی صاحب الزمان ثم یخرج الی الدنیا، دیگه عملی میشه. خب حالا این سال این پیش میاد که حالا قبل از وجود رسول الله و اینها اینا کجا بودن؟ بله خدا چه کار میکرد؟ سرگردان بودن. حالا بعد از این هم نگاه که چه این فکر یک فکری به هیچ عنوان اسلامی نیست، به هیچ عنوان ربطی با قرآن نداره. و بعد هم مشکلی سنگینیش در اینجاست که اینو نسبت میدن به اهل بیت، به ائمه. بعد میگه که برعکس هم وقتی که فرشتگان میخوان عملی را به خداوند عرضه کنند، اول به امام زمان نشون میدن و بعد به همطور امام 11 10 تا میرسه به حضرت علی، بعد به رسول الله صلی الله علیه و سلم، و بعد چی؟ بر خداوند عرضه میشود، آخرش خداست دیگه. بله تأییدی از امام زمان میگیره تا میاد بالا، دیگه بعد به خدا نشون میدن که خب اینم هست، این چیز هست. بعد به خاطر اینکه کمی قضیه دیدن خیلی سنگین هست، اومدن گفتن که هر چی از خدا نازل بشه، قبلا هم این کلیپ رو پخش کردی دیگه، آره 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 این آخونده بود که آره میگه که هر چی از خدا نازل بشه از این هاست، سیر سعودی و نزولیش چیزایی میگفتن، و ما عرج الى الله فعلى ايديهم، هر چی از به طرف خدا میره بر دست این هاست، هر چی از خدا بیاد از دست این هاست، یعنی همه کار اینا هستن، یعنی خدا در اینجا چیزی نیست، این وسط اینا همه کار هستن. بله بعد میگن و مستغنوا عن الله از من طرفتن، هیچ وقت از خدا هم بی‌نیاز نمیشن، به خاطر خیلی کلمه سنگین هست. این آخرش هم درست کردن دیگه، درسته. اینم در تایید سخن برادرم نواد تقی که واقعا به همین گونه هست که متاسفانه نظریه تفویض در اینجا خدا نعوذ بالله همانند ملکه انگلیس بیشتر نیست، یک سوروس فقط شکل است. همه کار نخست وزیر هست دیگه، همه کار نخست وزیر هست، اینجا همه کار امام زمان هست و ائمه هستن، باید وجودم داشته باشن که اگه نداشته باشن این صحبت هایی به خدا پناه میبریم از این سخن، البته نستغفر الله. این صحبت هایی که شد استاد هم برای بینندگان هم شاید دوربین منو بده تشکر میکنم، شاید خیلی فکر کنن الان این فکر در جامعه رایج نیست، ما ببینیم هر چقدر داریم نزدیکتر میشیم به این عصر خودمون، این فکرها رو دیگه کسی قبول نمیکنه. این فکرهایی هستند که دیگه بشر انقدر خرافات نداره که بخواد این فکرها رو قبول بکنه و قبول بکنه کسی این حرف رو بزنه. به حمدالله هنوز علمای روافض زیاد هستند که تقیه رو فراموش کردن و اهداف خودشون رو و عقیده خودشون رو بدون پرده بیان میکنند، حتی رسانه در اختیار دارند، رک و پوستکنده عقیده خودشون رو تحویل شما میدن و به شما میگند، و برخی دیگه هستند باب تقیه رو میگیرند و این مسائل رو نمیگند. اما اگر به قرآن برگردیم، یک کلام از طرف پروردگار، کلامی روشن و ساده که هر کسی میتونه اون رو بفهمه، برای مردم، برای من و شما، برای هر کسی که اون رو بخونه و درش تدبر بکنه میتونه که به حق برسه. خواهش میکنم برای رسیدن به حق قرآن رو باز کنید، در آیاتش تدبر کنید، تفکر کنید و در نهایت خودتون تشخیص بدید که آیا امامت در دین جایگاهی داره یا اینکه امامت فقط امام یک پیشوا هست و پیامبران هم امام بودند، یعنی پیشوای امت بودند و در واقع در صدر امامان هم پیامبر علیه السلام که پیشوا و امام امت هست و امام هر مسلمانی هست. تشکر میکنم از استاد بزرگوار استاد سید منصور حسینی و از شما بینندگان که تا این لحظه پای گراندون نشستید و برنامه آیت روشنگر رو تماشا کردید. با شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنم تا هفته آینده، خدا نگهدارتون.